بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام خدمت شما بینندگان و گرامیانی که همراه هستید با این برنامه. امیدوارم که اوقات خوشی رو سپری کرده باشید. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند: از دنیا دوستی است که گوش ها کر گشته و دل ها از دیدن نور بینش کور گشتند. بنا به اون فراز نورانی از ابو حمزه سمالی که امام سجاد علیه السلام تعلیم دادند به ابو حمزه و فرمودند: اللهم اخرج حب الدنیا من قلبی و اجمع بینی و بین آل مصطفی صلوات الله علیهم اجمعین. امیدواریم که بتونیم با این سیره و روش همراه باشیم و حب دنیا را از دل هامون دور بکنیم. با این مقدمه در خدمت سرکار خانم خجسته هستیم. عرض سلام، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم خدمت شما و بینندگان گرامی. تشکر می‌کنم از حضورت. سلامت باشید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خدا رو شکر. با موضوع زن تاثیرگذار و اون بانوان مکرمه‌ای که تا به الان برامون معرفی کردید سیره و روش زندگی هاشون رو، الان در محضر کدوم بانو هستیم؟ انشاءالله با مدد از وجود مقدس آقام حجت ابن الحسن روح و ارواحان و له الفدا، امروز کلماتی داریم در رابطه با خانم زرقا دختر عدی که بانوی بودن با شمشیر زبان جهاد کردن. که حقیقتا با شمشیر زبان جهادی کردن که کمر معاویه رو به گونه شکستن. خیلی این بانو از نظر کلام برجسته بودن و از بانوانی هستن که با کلامشون باعث شدن دشمن در مقابل اونها خار و زبون بشه. که میدونید خانم زرقا کسی بود که در جنگ صفین کنار سپاهیان آقا امیرالمومنین بود و کار خانم این بود که با زبانشون ترغیب میکردند سپاه آقا امیرالمومنین رو به جنگ با معاویه، و کلماتی داشتن خانم زرقا که هر ترسو و هر دلباختهی در میدان جنگ چنان شجاعتی پیدا میکرد که میتاخت در دل دشمن. و کلمات خانم زرقا به گونه ای بود که مورد تحسین قرار گرفت بعد از جنگ صفین، که چگونه باعث شد با زبانش مردانی که در جنگ شرکت کرده بودن، منتها شرکتی که بیشتر در حاشیه بودن، میخواستن فقط نام این بر اونها باشه که در رکاب آقا امیرالمومنینن، اما خانم زرقا با کلماتش که اشعارگونه بود اونها رو به دل میدان کشند. و در تاریخ ثبت شده که همون مردانی که در مقدمه میترسیدن از اون عظمت پوشالی لشکر معاویه، از شجاعان و دلیر مردان جنگ صفین شدن. یعنی قد کلام شیوا داشتن خانم، که حالا انشاءالله کلاماتش رو به صورت حماسی صحبت میکردن، خیلی زیبا در فضائل امیرالمومنین یا بله در فضائل آقا امیرالمومنین، و ترغیب به حمایت و جهاد در رکاب آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. و زندگی خانم که نامش در تاریخ قرار گرفت و در سینه تاریخ برای همیشه درخشانه، جریان از این قرار شد که وقتی معاویه به مراد دل خودش رسید و در اون مسند حکومت قاسبانه نشست، بعد از مدتی کسایی که به یک منصب و مقام در اطراف معاویه رسیده بودن اونها رو جمع کرد و نقل شده که در دل شبی بود، در شبی بود و به اونها گفت هر کدوم خاطراتی از جنگ صفین رو بگید. یعنی دوست داشت که تو اون مجلس خاطرات جنگ صفین زنده بشه. هر کسی خاطره یک مطلبی از جنگ صفین میگفت، تا اینکه فردی بلند شد گفت من مهمترین چیزی که بعد از رشادت های
حالا به قول او علی و آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه گفت دیدم در میدان جنگ، یه حرکت از زنی بود. معاویه خیلی مشتاق شد که ببینه چه حرکتی از زنی در جنگ صفین دیده شده که به عنوان خاطرات جنگ صفین در ذهن افراد حک شده. معاویه با اشتیاق سوال کرد که این زن کی بود؟ چه میکرد؟ صفاتی از شجاعت و دلیری این زن و اینکه چگونه ترغیب میکرد مردان رو به دفاع از وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه صفاتی رو گفت. بعد در اون مجلس به این نتیجه رسیدن که این بانو زرقا اگر با همون کلام، با همون زبانی که شمشیر جهاد یک بانو هست ای باقی بمونه، خب خیلی ها ترغیب میشن به سمت محبت و ولایت آقا امیرالمؤمنین. این بود که در اون مجلس تصمیم گرفته شد بر کشتن خانم زرقا. که میدونید متاسفانه زمان معاویه زمانی بود که معاویه بدگویی به اهل بیت عصمت و طهارت رو رواج داد، که اگر وارد این مبحث بشیم خودش یک برنامه خاصی میطلبه که چه کرد معاویه در این مسیر و چگونه فروگذار نکرد توهین و تحقیر و هیچ از هیچ چیزی یا کشتن علویون نکرد. بله. و کسانی که موالیان که چگونه اصلا مردم شام رو ترغیب به دشمنی با آقا امیرالمؤمنین کرد، چه دشمنهایی ساخت از مردم شام. و کسی در زمان معاویه اصلا حق گفتن فضائل امیرالمؤمنین نداشت. حیفم بد این نکته رو نگم چون یک بار تو ذهنم اومد این نکته. روزی رو فردی رو دستگیر کردن آوردن نزد معاویه، گفتن که معاویه این از فضل علی زیاد میگه. معاویه به او امر کرد که اگر صبر کنه آقا امیرالمؤمنین رو، او رو رهاش میکنه. این نه تنها این کار کفر آمیز رو نکرد، بلکه فضائل در باب آقا امیرالمؤمنین گفت. اینقدر بحث سنگینه که انسان وقتی میگه قلبش به تبش میفته. و معاویه دستور داد که این شخص رو به زندان ببرن، بعدش هم که به شهادت برسونن. همین که این شخص رو میبردن، این همینطور داشت فضائل امیرالمؤمنین میگفت، اینا کشان کشان میبردنش. معاویه از روی عصبانیت گفت برش گردونید. گفت بگو بدونم تو از علی چه میدانی که حاضری کشته بشی اما دست از فضائل علی بر نداری. گفت طور معاویه رو چه به شنیدن فضل علی، یعنی تو اصلا ارزش این رو نداری من بگم از علی چه میدانم. بگم هم نمیفهمی چون قصدت مخالفت و دشمنی این رو نداری. بله. که من از علی چه میدانم که حاضرم جان بدم اما دست از گفتن فضل علی بر ندارم. معاویه تا این جمله رو شنید غضبناک گفت من علی نمیشناسم؟ من علی شناس نیستم؟ به حق خدای علی اونقدر که من علی میشناسم اگر شیعیان علی علی میشناختن علی رو سجده میکردند. حب قدرت و حب دنیا خدا رو شکر میکنم که علی شناس نیستند به اندازه من معاویه. کمیل در جای دیگه خطاب به اشعث ابن قیس گفت در ماجرایی که باز از بحث اصلی خارج میشم بخوام بگم که وقتی اشعث میگه معاویه کسی باقی نمون مگر سب علی میکنه در شام، به هدفت رسیدی؟ گفت من هنوز به هدفم نرسیدم. اشعث گفت یعنی چی به هدف نرسیدی؟ گفت هدف من برچیدن کلمه لا اله الا الله است اما با سب به علی. اشعث گفت یعنی چی؟ نمیفهمم معاویه چی میگی. گفت آخه حقیقت لا اله الا الله علیه. ببین معاویه میگه وقتی حسن حسین اسلام. بله. لا اله الا الله هست حقیقت لا اله الا الله علیه. تا وقتی نام علی هست و فضائل علی و ولایت و محبت علی، این کلمه لا اله الا الله حقیقتش باقیست. سلام بر مظلومی که
دشمن بله انقدر میشناخته و واقعا دردناک. و به همین دلیله که در اون مجلس که عرض کردیم خاطراتی از جنگ صفین گفته میشد، تصمیم گرفتن بر کشتن خانم زرقا. خانم زرقا رو خواستن نزد معاویه که معاویه رو، خانم زرقا رو از کوفه به شام آوردن. وقتی که قرار گرفت در مقابل معاویه، معاویه گفت شنیدم که تو در جنگ صفین شمشیر زبان داشتی، دعا کنیم بخوایم از خدا در دورانی که ما قرار گرفتیم جنگ نرم به اوج خودش رسیده، تهاجمات فرهنگی به اوج خودش رسیده، لااقل ما بتونیم با زبان از حق دفاع کنیم. که میدونید زن تربیت کننده است، زن رو شنو دهنده است. اینی که خدا زن رو ام نامید، مادر، ام یعنی تربیت کننده، رشد و نمو دهنده، ریشه اصل اساس، ریشه و اصل اساس هر جامعه بستگی به زنان اون جامعه داره. در دنیایی که ما قرار گرفتیم، دشمن دین خدا از هر سمتی داره توطئه میکنه، نقشه میریزه. انشالله ما مادران جامعه بتونیم زبانی داشته باشیم مانند زبان خانم زرقا و زنان این گونه دیگر. که وقتی این بانو در مقابل معاویه قرار گرفت، معاویه گفت شنیدم که در جنگ صفین کلماتی میگفتی که کلامات تو برنده تر از هر شمشیری بود. خانم زرقا برای تقیه گفت هر آنچه که بود گذشت و تمام شد. یعنی حضرت علی به شهادت رسیده بودن؟ بله بله، هر چه که بود گذشت و تمام شد. معاویه گفت آیا از کلماتی که میگفتی چیزی به خاطر داری؟ سکوت کرد خانم زرقا. معاویه گفت اما من به خاطر دارم که تو در میدان جنگ چه میگفتی. خیلی کلمات فصیح و بلیغیه که من به چند تاش اشاره کنم. یکی از کلماتی که خانم زرقا میگفتن، مکرر ندا میدادن در بین سپاهیان حق بر این که آی مردم حق گم شده خود رو پیدا کنید، آی مردم امروز روزی است که عدل ظاهر گردد اگر شمشیر شما به سمت ناحق کشیده شود، آی مردان شجاع طرفدار حق باشید که حق و باطل با یکی دیگر مساوی نیستند، آی مردم بدانید جبهه ای که شما در اون قرار گرفتید جبهه حق است و شما در مقابل باطل ایستادید، پس شمشیر حق را بر سر باطل بکوبید که امروز روز نابودی باطل است. ببینید با این کلمات که من اشاره به چند جملش کردم، عرض کردم هر مردی که از شدت ترس خودش رو به کنار میدان کشیده بود در جنگ صفین تشویق میشد وقتی زنی این گونه دلیرانه داره از حقانیت آقا امیرالمومنین دفاع میکنه. و مهم این که شما امروز شمشیر حق به دست گرفتید و این شمشیر حق رو بر سر باطل بکوبید. یعنی با این جملات کوتاه اما بسیار فصیح و بلیغ، خانم زرقا داره اثبات میکنه علی حق است. تشجیع میکردن بله. مردانی که حالا به خاطر اون حجمه های دشمن ترسیده بودن بله. غیرتشون رو اصطلاح دوباره به جوش و نکته میکن. مهم این که وقتی وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه حق است، بس هر کسی که در مقابل این علی استاد باطل است. دقیقاً. و یک جمله دیگری داره که این جمله اینه، آی مردان شجاع حق آیا فراموش کردید که روز پیامبر فرمود اگر یک سمت علی تنهای تنها باشه و همه مردم به سمت دیگری باشن علی حق است و همه باطل. یعنی میخوام بگم از این گونه کلمات خانم میگفت. اون احادیثی که از پیامبر شنیده بود، از حالا وجود نازنین حضرات شنیده بود در فضایل امیرالمومنین و همون
تأکید بر این که شما در جایگاه حق ایستاده اید. اگر سختی میشه، اگر شبهه‌ای میاد، اگر شایعه‌ای پراکنده میشه، بدونید کارتون درسته، این کار رو ادامه بدید. بله. بسیار عالی. یک میان برنامه تقدیم بینندگان عزیز بکنیم. بینندگان عزیز با ما همراه باشید. سپاسگزارم از شما عزیزان که همراه هستید با این برنامه. از صحبت‌های سرکار خانم خجسته استفاده می‌کنیم. بفرمایید. خب بحثمون فضائل که بله این مطلب بود که وجود مقدس خانم زرقا چگونه حقانیت آقا امیرالمومنین رو بر زبان جاری می‌کردن و مردان رو ترغیب به دفاع از حق می‌کردن. بعد از اینکه معاویه این کلمات رو یادآوری میکنه بر خانم زرقا که من میدانم تو در میدانهای جنگ چه میگفتی، بعد جمله میگه به خانم زرقا که به خیال خام خودش هم خانم زرقا رو باطل به نام هم جبهه حق رو، میگه آیا به تو یک مژده ای بدم؟ خانم زرقا که از اول صاحب سکوت بود در مقابل این لعین با سکوت کرد. معاویه گفت به درستی که تو شریک هستی در اون خونهایی که علی ریخت. تا این حرف رو زد این خانمی که تا الان سکوت کرده و فقط معاویه است که داره صحبت میکنه، یک دفعه از جا جست گفت معاویه احسنت بر تو، چه مژده خوبی به من دادی. یعنی ما کساری رو کشتیم که دقیقا چه مژده خوبی به من دادی معاویه. و این بشارت، بشارت بزرگی بود از سمت تو به من که من شریک باشم در اون جهادی که علی با در مقابل حق، در مقابل باطل کرد. این نشون میده با اون حرف و گفته هاشون چقدر اطمینان داشتن. بله. که باز همین رو به خلاف دشمن استفاده بکنن. این در چه حالیه؟ این در حالی که این زن میدانه اگر این جمله رو بگه کشته شدنش به دست معاویه حتمیه. دقیقا. اما در باب دفاع از وجود مقدس امام و مولاش جان برای بانوی مانند خانم زرقا معنایی نداره. اینه که با یک حالت شعف خاصی میگه معاویه چه مژده بزرگی به من دادی، که مژده بزرگتر از این برای من نبود که آیا من واقعا شریکه در جهاد علی هستم با کلماتم. زمانی که خانم زرقا این جمله رو میگه، معاویه میگه اگر الان تو رو بکشم چه میگی؟ گفت جان فدای علی کردم. با این صحبت بله به قول شما تقیه رو شکستند و این صحبت رو کردن. بله. در این صورت ای معاویه من جان فدای علی کردم که علی تمام حق است. ان الحق مع العلي و علي مع الحق. بس من به اون فوز عظیم رسیدم و تو پستی خودت رو اثبات کردی و تو دونمایگی خودت رو اثبات کردی و تحمل حق ندارند. بله. این گروه وقتی این بانو چنین کلامی رو میگه که من به اون فوز عظیم نائل شدم که در مسیر حق به شهادت میرسم و تو پستی خودت رو اثبات کردی، باز همون شمشیر زبان اینجا چه زیبا به کار گرفته میشه. نقش شده که معاویه لحظات سکوت کرد، یعنی در مقابل کلام این بانو کلام دیگه ای نداشت که بگه، سکوت کرد و یقیناً اون سکوتش تفکریه که
همه وجودش شده تفکر برای اینکه خلیفه مسلمین علی الظاهر خلیفه قاسم مسلمین بخواد در مقابل یک زن انقدر پست و زبون بشه که دستور به کشتن او بده. وقتی اطرافیان بشنوند که معاویه دستور به کشتن زنی داد علنا، خب در زندان‌ها که خیلی کشتن و خیلی برای جنایت‌ها کردن، اما این که در مقابل یک زن قرار میگیره، کلماتی رو با این زن میگه، بعد این زن رو بکشه، این اثبات میشه که معاویه در مقابل کلمات رو شکست خورده. دون مایگی خود اون بله. خلیفه رو نشون میده. معاویه از پا در اومده تا به مقاومت در کلمات یک زن رو نداره و دستور به کشتن اون میده. و قطعا اینها در خفا که نبوده، دو به دو نبوده. بله. سران حضور داشتن، وزرا بله. حضور داشتن. بله، 100%. اصطلاحا مفتزه شده با این صحبت. بله. اینجاست که معاویه پشیمان میشه از کشتن خانم زرقا و او رو رها میکنه، او باز میگرده. یعنی وجود مقدس خانم زرقا اینه که در تاریخ اثبات میشه که با شمشیرش جهاد کرد. چون ما زنانی در صدر اسلام داشتیم که با شمشیر زبان جهاد کرد. بله، با شمشیر زبان جهاد کردن. اینها حجت هست، اینها اصطلاحاً اون بهانه تراشی های ما خانوم ها رو از بین میبره. بله، واقعا. که من خانومم، مگه چه کاری از من برمیاد؟ نه، ما خیلی کار میتونیم انجام بدیم. بله، واقعا. و این نتیجه همون زحمات آقا رسول خدا بود که در برنامه قبل گفتیم یکی از عملکردهای وجود مقدس آقا رسول خدا تربیت زنان بود. و در این راستا حضرت زحمات بسیاری کشیدن و به حقیقت زنهای تربیت کردن که نتیجهش میشن زنهای مثل خانم زرقا. و وقتی به قرآن هم نگاه بکنیم، خداوند گفته یا ایها الذین آمنوا، یعنی همه کسانی که ایمان آوردید، همه کسانی که ایمان آوردید باید عمل صالح انجام بدید، که هیچ عمل صالحی هم بالاتر از پیروی از این خاندان نیست و تبلیغ اون دستوراتی که توسط ایشون به ما رسیده. بله، انشالله که ما بتونیم پیرو باشیم، که عرض کردم زمانی که ما درش قرار گرفتیم، جهاد ما زنان بعد از امر خانه و خانواده همین شمشیر زبان هست در مقابله با عملکردهای دشمن. خودمون رو مؤدب بکنیم به این فضایل، اصطلاحاً خودمون خورده باشیم این واقعا. لذت این فضایل بله. رو چشیده باشیم تا بتونیم به جا و درست صحبت به قول شما تا انسان خودش همه وجودش عشق و محبت و معرفت نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت نباشه، نمیتونه زرقاگونه عمل بکنه. دقیقاً، بسیار عالی. دقیقه پایانی هست، صحبتی اگر باقی مونده در این باره در خدمت هستیم، اگر نه که از حضرتون مرخص. آخرین کلام این که ما دیدیم در همه تاریخ زنهای مانند خانم ام سلیم و زنهای دیگه در جبهه های جنگ در کنار آقا رسول خدا بودن، مجروحین رو مداوا میکردن، آب به سپاهیان میدادن، و بعد از اون هم زنهایی بودن که وقتی جو شرکت در جهاد از نظر آب دادن به سپاه، مداوای مجروحین بر اونها آماده نبود، از هر سلاحی که دارن استفاده میکنن برای دفاع از حق. درس بزرگی برای همه زنان الان. این که از هر سلاح استفاده میکنن، چرا باید میگن نمک هر چیزی ابا عبدالله الحسین هست؟ یکی میتونه زرقا باشه و با زبانش استفاده بکنه در راه حمایت اهل بیت، یکی هم اون واقعا نگون بختانی که در صحرای کربلا بدون اسلحه اومدن، از هر چیزی تونستن استفاده کردن برای اینکه فکر کنن دارن، نمیدونم واقعا. خدا انشالله که عاقبت همون رو بخیر. دلها رو کربلا گفتید، یه دون مایاهایی هم در کربلا اومدن، فقط به این عنوان که سیاهی لشکر کفر باشن. اشاره به این مطلب کردید، اینها یا غافل از این مطلب بودند یا
علم کامل داشتن و آمدن که بشاید و باید و تابعت علی قتله اللهم لعنهم جمیعا. اللهم لعنهم جمیعا. حتی کسانی که مشایعت کردن با اینکه در ظاهر حتی سنگی هم نزدن، اما همون مشایعتی که کردن این مشایعت تقویت دشمن بود. که آقای امام صادق علیه السلام به فردی که پرده کعبه رو چسبیده بود و مادام عشق میریخ بر این که گناهی کردم خدا هرگز من رو نخواهد آمرزید، حضرت فرمودن که هرگز از رحمت الهی ناامید نباش که این ناامیدی بدتر از گناهی که انجام دادی. آقا میدانه گناهش چی، اما فرمودن که امروز من و تو بدانیم. آقا سوال کردم مگر چه گناهی کردی که اینقدر مایوس از رحمت الهی هستی؟ گفت آقا جان جزو سیاهی لشکران عمر سعد بودم. تا این جمله رو گفت آقا شروع کرد بلند بلند گریه کردن. فرمود که امیدوارم خدا هرگز تو رو نیامرزه. وقتی گریه آقا رو این شخصی گفت آقا به حق صاحب این خانه نه سنگی زدم، نه شمشیر زدم، نه نیزه ای زدم. تا این کلامات رو گفت گریه امام صادق شدت بیشتری پیدا کرد. فرمود لعنت خدا بر تو، آیا نمیدانستی هر یک نفری که به لشکر عمر سعد اضافه میشه بدن ام جانم زینب میلرزید؟ تو باعث شدی که ام جانم زینب دلش به لرزه در بیاد. یعنی حتی اون کسایی که مشایعت کردن با اینکه هیچ عملی انجام ندادن مورد لعن و نفرین امام معصومن. خدا رو قسم میدیم به دل شکسته اهل بیت عصمت و طهارت که ما بتونیم هر حربه ای که داریم، هر توانایی که داریم، اینها رو به کار بگیریم در مسیر دفاع از حق که همون اهل بیت عصمت و طهارت هست. سلام الله علیهم اجمعین. انشاءالله که عاقبت و خیر باشه. انشاءالله. اگر نمیتونیم یار حالا درجه یک باشیم، حداقل سیاهی لشکره یارانه اهل بیت باشیم، قوت قلبی باشیم برای امام زمانمون. انشاءالله. بسیار عالی. مثل یعلم الذین ظلموا ایما انقلبوا ینقلبون العاقبت للمتقین. ممنونم از محضرتون، استفاده کردیم. اجرتون با حضرت زهرا به همچنین شهر. بینندگان گرامی ممنونیم، امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید، از این حال معنوی بهره برده باشید. التماس دعا داریم ازتون. یا علی مدد. خداوند، خداوند ای خدای تنهایی، آن زمان که همگان به انسان پشت می کنند، تنها حضور تو تنهایی را تراوت می بخشد. خودت را از ما دریغ مکن خدایا. خداوند، خداوند، دست من تهی از طاعت و آلوده به معصیت است، اما دل من سرشار از عشق و محبت توست. به دست من نگاه نکن، به دل من، به دل من هم نگاه نکن، به دست و دل خودت نگاه کن.